بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأن جهان حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام هستیم که ایام مبارکی برای همه پیروان این پیامبر بزرگوار و همه مسیحیان هموطن ما خواهد بود و البته جای تبریک برای همه بشریت که این پیامبر صلح و دوستی و مهربانی بود، همونطوری که خودش گفت و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر کجا بود مایه برکت برای اون منطقه و مردم اونجا بود. و ما امروز خوشحالیم از اینکه هنوز آثار اون پیامبر بزرگ در اذهان و زندگی بخش بزرگی از جامعه بشریت تأثیر گذار هست و اخلاقی که امروز ما در جامعه انسانی مشاهده می کنیم یک بخش بزرگش مدیون پیامبران آسمانی و از جمله عیسی مسیح است. خب این پیامبر خود وجودش، تولدش یک معجزه بود و سراسر زندگیش هم معجزه بود. هر کجا می رفت بیماران را شفا می داد، گاهی مردگان را زنده می کرد، گرسنگان را سیر می کرد و با این وجود مبارک به همه ما نشان داد که اساس خداپرستی یک بخش بزرگش خدمت به هم نوعانه. ان شاء الله امیدواریم همه ما بتونیم پیرو پیامبران آسمانی باشیم، اون پیامبری که بشارت اسلام و پیامبر اسلام رو هم او داد و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. این بشارت از جانب عیسی مسیح بود که در قرآن مجید به صراحت بیان شده و نام پیامبر هم در کتاب مقدس از دید ما و تاریخ ما و همین آیه شریفه مشخص شده. خب نکته ای که در این ایام مبارک من میخواستم بهش تأکید بکنم این که ما علارغم فشارهایی که هم از ناحیه تحریم اقتصادی و جنگ اقتصادی پیش رو داشتیم و هم از ناحیه ویروس کرونا که خب از دو طرف فشار به مردم ما و جامعه ما بود، به حمدالله حرکت‌های خوبی رو در سایه حضور مردم، ایثار مردم، فداکاری مردم و همچنین خادمان مردم در دولت و قوای دیگر ما شاهدیم. یکی از اون نکات مهمی که این ایام برای جامعه ما حائز اهمیت بود، بودجه 1400 بود که این بودجه پیام‌های بسیار مهمی برای اقتصاد سال آینده داشت و امروز جامعه ما در عمل این پیام رو به خوبی دریافت کرده. این پیام بودجه ما اینه که سال آینده با امسال و سالهای قبلش، یعنی 97، 98 و امسال که سال 99 هست، سال 1400 متفاوت خواهد بود، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ تحولاتی که در زمینه
بودجه عمرانی خواهد بود، کاملا این بودجه نشون میده شرایط چگونه است و خود این تقدیم لایحه بودجه انتظارات مردم رو نسبت به سال آینده انتظارات مثبتی کرده و در سایه انتظار مثبت و الحمدلله ما میبینیم که در همین هفته های اخیر تحول مثبت هم در اقتصاد میبینیم، هم در کشاورزی میبینیم و هم در بخش خدمات ما شاهد اون هستیم و حتی از لحاظ رشد اقتصادی همونطور که قبلا من اشاره کردم 6 ماهه اول ما مثبت بوده و انشاءالله تا پایان سال هم رشد اقتصادی ما علارغم همه مشکلات مثبت خواهد بود. تورم هم اولین نقطه اثریش رو ما در تورم آذر ماه می‌بینیم که اولین حرکت در تورم نقطه به نقطه شروع شده و آغاز شده و انشاءالله در مسیر مهار شتاب تورم انشاءالله خواهیم بود و همین آمار این ماه هم همین واقعیت رو به ما نشون میده. در بخش صنعت تحولی که ما شاهد هستیم این که بیش از 1170 واحد صنعتی ما در 9 ماهه امسال تحرک پیدا کرده، واحدهای صنعتی که راکت بوده، فعال نبوده، فعال شده و تا پایان سال هم انشاءالله این رقم امیدواریم نزدیک بشه به رقم پارسال. در سال 98 ما 1600 واحد صنعتی رو فعال کردیم. انشاءالله در ماهای آینده این روند شتاب میگیره و امیدواریم به همون آمار سال گذشته ما نزدیک بشیم. ما در زمینه بودجه دیروز جلسه خوبی با ریاست محترم مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق و برخی از اعضای دیگری که همراه رئیس مجلس بودند با معاون اول و رئیس سازمان برنامه بودجه و تعدادی از وزرا دیروز داشتیم. به حمد الله با مباحثی که ما دیروز داشتیم نظرات به هم نزدیکتر شد. اصول و چارچوب بودجه ما به گونه ای هست که میتونه برای سال آینده هم دستگیری بسیار خوبی برای قشری داشته باشه که کم برخوردار هستند. بودجه یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده ما همینه، هم برای حقوق بگیران، هم برای بازنشستگان، هم برای مستمری بگیران که تصریح شده چه مقدار افزایش خواهد بود، حدود 25% که ما پیشبینی کردیم در بودجه برای افزایش، هم برای همسانسازی و همچنین برای اقشاری که در جامعه باید برای مبارزه با فقر مطلق به اونها کمک بشه که خب رقم قابل ملاحظه امسال در بودجه در این زمینه پیشبینی شده. و از طرف دیگر صنعت نفت ما یک تحرک بسیار خوبی خواهد داشت، در بودجه کاملا مشهود هست که ما رقم تولید نفت رو، صادرات نفت رو با شرایط سال آینده پیش بینی کردیم و خود این یک تحرک بزرگی رو در زمینه رشد اقتصادی به وجود خواهد آورد و همچنین منابعی که مورد نیاز ما هست، حالا چه منابع ارزی چه منابع ریالی که برای ما به وجود خواهد آورد. ارزش پول ملی ما مد نظر بوده در بودجه سال آینده که این حائز اهمیت هست برای اینکه اقتصاد یک ثبات بیشتری رو شاهد باشه در سال آینده و انشاءالله ما بتونیم با چابکسازی دولت و واگذاری سهام و همچنین توسعه بازار سرمایه ما که خب امسال
نقش بسیار ارزشمندی بوس داشت برای شادابی اقتصاد. البته خب بورس طبیعتش اینه، فراز و نشیب داره، به نقطه ثبات میرسه، ولی در مجموع وقتی ما بورس ما محاسبه میکنیم با یک سال گذشته، معلومه چه حرکت خوب و رشد خوبی در مجموع داشته و این بازار بازار بسیار مهمی هست برای جامعه ما. و ما در جلسه دیروز در بسیاری از نقطه نظرات مشترک داشتیم و در برخی از مواردی که مورد بحث و سوال بود، به حمدالله به یک جنبنده خوبی رسیدیم که امیدواریم در کمیسیون تلفیق با حضور سازمان برنامه و بودجه ما بتونیم این بودجه رو در زمان مناسب با تصویب نمایندگان محترم مجلس دریافت بکنیم و برنامه ریزی کنیم برای سال آینده انشاءالله که پیش رو داریم. در زمینه کرونا هم این نکته رو من بگم که در برخی از رسانه‌ها اظهار نگرانی شده. ما در زمینه کرونا هیچ نگرانی برای آینده نداریم، حتی برای تولید واکسن یا تهیه واکسن فرق نمی‌کنه. ما پا به پای دنیا در زمینه مقابله با این ویروس پیش رفتیم، حتی نسبت به برخی از کشورها حرکت ما حرکت مناسبتر و مثبتتری بود. در هفته‌های گذشته این موج سوم کنترل شد و ما شاهد این بودیم که حدود 50% از فوتی‌های ما کاهش پیدا کرد که برای ما بسیار حائز اهمیت بود. و انشاءالله در زمینه واکسن همه اقدامات انجام می‌گیره. من به مردم عزیز این بشارت رو میدم که هم بانک مرکزی و هم وزارت بهداشت درمان همه توان خودشون رو در این زمینه به کار گرفتن و برنامه ریزی کردن. هم واکسن از خارج انشاءالله در اختیار مردم قرار میگیره، هم واکسن داخلی انشاءالله در ماهای آینده امیدواریم به تولید برسه و بنابراین در این زمینه نگرانی نخواهد بود برای مردم. و ما یکی از اهدافی که از آغاز دولت دنبال می‌کردیم و امسال بیشتر به اون توجه داریم، بخش سلامت مردم هست. در مجموع ما در طول این 7 سال و چند ماه وقتی ما نگاه می‌کنیم به آمار و ارقام، توان ما، تخت‌های بیمارستانی ما نسبت به قبل از سال 92 دو برابر شده، یعنی حدود 36 هزار تخت بیمارستانی جدید آماده شده. حدود 50% تخت‌های قدیمی ما به طور کامل بازسازی شده. میتونیم بگیم ما توانمندی ما در بخش بهداشت و درمان، حالا علاوه بر توسعه‌ای که از لحاظ فرستادن متخصصین به بخش‌ها و شهرستان‌های دوردست و همچنین مراکز بهداشتی، حتما توانمندی سلامت ما در این دولت دو برابر کل تاریخ ایران خواهد بود. یعنی از ابتدای تاریخ ایران هر چه بوده قبل انقلاب از قرن‌های گذشته تا سال 92، از 92 تا پایان دولت، این توانمندی به دو برابر افزایش پیدا می‌کنه که این یکی از افتخارات ما است. در ICU توان ما همین الان بیش از دو برابره، یعنی هر مقدار تخت ICU که در سال 92 داشتیم الان بیش از دو برابره. اگه 45 هزار تخت ما آماده داشتیم، الان بیش از 9500 تخت ICU در اختیار داریم. دو برابره، بیش از دو برابره اون چه هست که ما قبلا داشتیم. حالا در توانمندی های تجهیزاتی هم شرکت های دانش بنیان ما به حمدالله بسیاری از تجهیزات دارن تولید میکنن، در بخش داروسازی همینطوره، در بخش تربیت استاد، تربیت پزشک، تربیت متخصص، تربیت پرستار، در این زمینه هم ما پیشرفت خوبی داشتیم
و بسیار خوشحالیم که ما تونستیم در روز پرستار به همه پرستاران جامعه ما بشارت بدیم که دریافتی اونها نسبت به یک سال گذشته بیش از دو برابر شده. یعنی اونچه یک سال پیش دریافت میکردن الان نزدیک 2.5 برابر شده. حالا از ابتدای دولت بخوایم ما حساب بکنیم بیش از 6 برابر شده دریافتی پرستاران عزیز ما. این به این معناست که دولت به طور کامل توجه داره به بخش بهداشت و درمان، بار سنگینی که بر دوش اونهاست توجه داره و انشالله همه توانمون رو به کار خواهیم گرفت در این زمینه. یکی از اهداف ما در 7 ماه آینده پایان کار دولت تقویت بخش بهداشت و درمان خواهد بود، هم به خاطر کرونا و هم به خاطر کل مسئله سلامت مردم که برای ما حائز اهمیت. و نکته دوم مسئله معیشت مردمه. من خواهش میکنم از همه رسانه ها به همه آمار و ارقام از ابتدای امسال توجه بکنن. علارغم مشکلات، علارغم فشار اقتصادی، علارغم کرونا، ما در این 9 ماه ببینیم دولت با همه توانی که داشته به صحنه آمده تا یاری کنه اونهایی که در این بخش کرونا آسیب دیدن. ما 100 هزار میلیارد تومان چه تسهیلات چه بلاعوض پیش بینی کردیم در ماهای اولیه و اونها رو عمدتا پرداخت کردیم. یه مقدار کمی باقی مونده که پرداخت خواهیم کرد. این یک بخش از کار ما بود. به خاطر کرونا تلاش کردیم سهام عدالت فعال بشه برای اینکه دست و بال مردم باز بشه. این کار عظیم و بزرگی بود که انجام گرفت. ما در این چند ماه اخیر یک حمایت معیشتی جدیدی رو مشخص کردیم برای اونهایی که آسیب دیدند از کرونا. حدود 35 میلیون نفر از جمعیت در 4 ماهه پایان سال که حالا آذرش البته دریافت کردن، 3 ماه دیگر هم دریافت خواهند کرد، برای هر فرد از اعضای خانواده، اونایی که در کمیته امداد و بهزیستی هستن 120 هزار تومان برای هر نفر، برای بقیه 100 هزار تومان. خب یه بار سنگینی بود، دولت این رو تحمل کرد به خاطر اینکه بتونه بخشی از مشکلات مردم در بخش معیشتی حل بکنه. همه توانمون رو امسال به کار گرفتیم که مردم در تهیه اجناس ضروری در زحمت مضاعف قرار نگیرن. البته فراز و نشیب داشتیم، متاسفانه در این 1-2 ماه اخیر شرایط ما شرایط مناسبی نبود، اما روزانه به این فکر بودیم. هم وزارت سمت ما، هم وزارت کشاورزی ما، هم بانک مرکزی ما که اینها رو پشتیبانی میکرد، هم سازمان برنامه بودجه، با همه توان در این صحنه بودند که به بازار ثبات ببخشند و ما امیدواریم با ثبات بیشتری در ماهای پیش رو در زمینه بازار باشیم و هم در سال آینده انشاءالله در شرایط بهتری باشیم. بنابراین سلامت و معیشت به عنوان 2 اصل مهم همچنان تا پایان دولت پیش روی ما خواهد. و مسئله سوم که دولت همه توان خودش به کار گرفته و باز هم به کار خواهد گرفت، کاهش آثار جنگ اقتصادی از یک سو و پایان بخشیدن به تحریم ظالمانه از سوی دیگر است. ما هر روز که موفق بشیم این تحریم رو بشکنیم، یعنی صهیونیسم، ارتجاع، تندروها رو شکندیم. معنیش اینه این تحریم محصول صهیونیسم و ارتجاع و تندروهای آمریکاست و ما باید اینا رو بشکنیم. هر روز که صهیونیستا رو زودتر پشتشون به خاک بمالیم ما شادمانتریم. حالا علاوه بر این که مسئله تحریم فشار برای زندگی مردم هست، اونایی که میگن باشه نباشه، 2 روز عقبتر، 3 روز عقبتر، چه عجله دارید؟ خب حالا اونا شاید انشالله وضعشون خوبه، لابد فشار تحریم بر مردم ما هست. مردم ما روزانه ساعتی
هر روز که پا میشن این فشار رو دارن تحمل میکنن. حالا بعضیا خیلی اصرار دارن که آمریکا رو تهذیب بکنن، آمریکا رو تطهیر بکنن، بگن آمریکا خیلی خوبه، دولت خیلی بده. حالا دیگه خودشون میدونن. به هر حال واقعیت اینه که دو تا موجود مجنون ما در تاریخ داشتیم که هر دو جنگ رو بر ملت ما تحمیل کردن. یک مجنون در این منطقه صدام بود که جنگ رو بر مردم ما تحمیل کرد، یک مجنون دیگر هم ترامپ بود که اون هم جنگ دیگری بر مردم ما تحمیل کرد. اون جنگ نظامی رو بر ما تحمیل کرد، این جنگ اقتصادی رو بر ما تحمیل کرد. ما در جنگ نظامی پیروز شدیم، دست به دست هم دادیم، در کنار هم بودیم، متفق بودیم، متحد بودیم، یک صدا بودیم و به حمدالله شکست دادیم. و تا روزی که ما مشاهده کردیم اون مجنون به دار آویخته شد، اون روزی بود که مردم پیروزی نهایی خودشون رو در تاریخ مشاهده کردن. سرنوشت ترامپ هم خیلی سرنوشت بهتری از صدام نخواهد بود و ما امروز دیدیم که این ملت ما با مقاومت و ایستادگی چه جور اینهایی که با غرور در پی آن بودن که ملت ما رو بشکنن، ملت اونها رو سرنگون کرد و شکاند. و این مسئله بسیار حائز اهمیت که ما نذاشتیم این جنگ اقتصادی به هدفش برسه. همینطور که مقام معظم رهبری بیان فرمودن، اولش اینه که ما نذاریم این تحریم اثر بذاره، آثار این تحریم رو کم بکنیم، اثرش رو از بین ببریم، کاهش بدیم. بزرگترین کاهش این بود که نذاشتیم این تحریم به هدف برسه. این تحریم هدفش این بود که نظام رو بشکنه. این هدف این تحریم این بود که در همون سال اول، در همون سال 97 پایان این نظام رو او به خیال خودش جشن بگیره. خب اینا شکست خوردن، منزوی شدند. و شما دیدید هر وقت به سازمان ملل آمدن، هر وقت تو مجامع عمومی آمدن، حتی دوستان سنتی اونها هم اونها رو یاری نکردن. حتی اروپا هم که به هر حال متحد سنتی آمریکا بود، اونا هم روبروی آمریکا ایستادن، اونا هم نپذیرفتن حرفای اونا رو. بنابراین ما نذاشتیم این تحریم به اهدافش برسه. البته تحریم مردم ما رو آزار داد، اذیت کرد. باید این آثار رو ما کاهش بدیم، کم کنیم. این که در بخش اقتصاد ما امروز مردم ما همه حضور دارن، پرتوان دارن، تلاش میکنن، این همونیست که آثار تحریم رو کاهش میدیم انشاءالله. این که ما امسال بتونیم در پایان سال رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم، معناش اینه که آثار تحریم رو به خوبی کاهش دادیم، با آمار و ارقام تولید رو افزایش بدیم. معناش اینه که ما این تحریم و آثار این تحریم رو کاهش دادیم، که انشاءالله شاهد این خواهیم بود در بخش‌های مختلف حرکت‌های ما، افتتاح‌های ما تا پایان سال این واقعیت رو به ما نشون میده. در کنار هدف سلامت مردم و معیشت مردم، روشنه که هدف سوم ما تا پایان این دولت رونق تولید و جهش تولیده. ما تولید رو باید ببریم بالا و امروز شاهد این هستیم که در زمینه‌های مختلف یک حرکت بسیار خوبی شروع شده و آغاز شده. شرکت‌های دانش‌بنیان ما فعال هستن، سرمایه‌گذاری‌های ما داره در مسیر رشد قرار میگیره. این به معنای حرکت خوب در تولید هست و ما شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلف روابط ما با همسایگانمون، با کشورهای دنیا رو به رونق هست. الحمدلله جنگ قره‌باغ منتهی شد به اینکه مرزهای ما که در اختیار
افرادی بود که اشغال کرده بودن آزاد شد، در اختیار همسایه ما آذربایجان قرار گرفت و این آزادی سرزمین آذربایجان بسیار مؤثر بود برای تحرکات اقتصادی ما. همین اولین اثرش این بود که ما بتونیم در زمینه سد خداآفرین به توافقات نهایی برسیم برای تکمیل، که انشاءالله هم از برقش به زودی استفاده کنیم، هم در زمینه آب بتونیم راحت تر از سد خداآفرین استفاده بکنیم. این سد میتونه 120 هزار هکتار اراضی ما رو مشروب بکنه، بنابراین یک حرکت بسیار مهمی است در زمینه راهن، در زمینه تحرکات ترانزیتی که باید داشته باشیم در غرب کشور، آثار مثبتی رو برای کشور ما داشته و خواهد داشت. در شرق هم به حمدالله ما آثار خوبی رو شاهد بودیم. ما برای اولین بار با افغانستان از طریق ریل متصل شدیم، ریل ما وارد خاک افغانستان شد، انشاءالله در ادامه این ریل به هرات میرسه، بعد به مزار شریف میرسه، بعد میره به سمت آسیای مرکزی و ازبکستان. یک مسیر بسیار مهم بود. در منطقه جنوب شرق هم حرکت خوبی شروع شد، دو تا مسیر تجاری خوبی با پاکستان نهایی شد، هم مرز ریمدان و هم پیشین. ریمدان فعال شد، پیشین هم انشاءالله در آینده فعال خواهد شد. ما تجارت ما هم با شرق رونق پیدا میکنه به خاطر روابط بهتر با افغانستان، روابط بهتر با پاکستان. هم در غرب انشاءالله رونق پیدا میکنه و هم در شمال و هم در جنوب. حتما ما شاهد این رونق خواهیم بود که این رونق باعث هم رونق تجارت ما میشه، هم رونق تولید ما میشه و در نهایت باعث رشد اقتصادی ما خواهد شد. و یکی از مسائل مهم دیگری که دولت از ابتدا دنبال بوده و انشاءالله تا پایان دولت دنبال خواهیم کرد، مبارزه با فساد و شفافیت. کاری که این دولت در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت انجام داده، من خواهش میکنم از محققین بیان اینا رو مقایسه کنن با گذشته. اولین کار بزرگی که ما کردیم همین بود که فضای مجازی مناسب در اختیار مردم هم برای کسب و کار هم برای اطلاعات قرار گرفت. این که ما به راحتی میتونیم بودجه ما هم روز که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم میکنیم، تقدیم کل ملت ایران بکنیم و همه بتونن راجع به بودجه بحث کنن، بررسی بکنن. یا همچون چیزی نبوده، بی سابقه است که کل بودجه در اختیار کل مردم قرار داده بشه. همه موارد شفافیتی که امروز وجود داره برای اینکه ما بتونیم همه فعالیت‌های اقتصادیمون رو در اختیار مردم قرار بدیم از طریق فضای مجازی، از طریق دولت الکترونیک، هم خدمات هم اطلاعات. اینکه ما میگیم مبارزه با فساد، راهش اینه. مبارزه با فساد راه شفافیت، راهش اینه همه مطلع باشن، همه بدونن، همه بتونن نقد کنن، بیان بکنن. و ما به حمدالله در زمینه دولت الکترونیک یکی از تلاش‌های ما تا پایان این دولت اینه که دولت الکترونیک در بخش‌های مختلف رشد پیدا بکنه. و خب ما هم در سامانه تجارت، هم در سامانه حمل و نقل، هم در سامانه مالیات، هم در سامانه انبارها یه تحول بزرگی خواهد شد. مردم در آینده نزدیک خواهند دید که همه انبارها و کالاهای موجود از بندر، از روی کشتی گرفته تا انبارهای مختلف، اطلاعاتش در اختیار مردمه. این جلوی فساد رو میگیره و ما این کار رو انشاءالله دنبال میکنیم. و نکته آخر این که ما در زمینه مبارزه با فساد، و البته مبارزه با فساد یکی از راهاش همون چهار لایحه‌ای بود که ما عرضه کردیم، البته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، دو تاش هنوز در گیرودار باقی مونده که دستور اخیر مقام معظم رهبری راهگشاست، همونی که معروف بس به لوایح مربوط به FATF. اون بهترین راه برای مبارزه با فساده،
یعنی اون جایی است که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد، ولی این راه مبارزه با فساده. و دو تا کار بزرگ این دولت انجام داد. اول در زمینه مؤسسات اعتباری غیر مجاز بود، این دکونهای فساد بود، این رو دولت بست. البته هزینه سنگینی دولت تحمل کرد برای اینکه اینا رو ببنده، هم از لحاظ مالی هم از جهات دیگر این هزینه رو تحمل کرد، ولی اینا رو بست. و کار دومی که این روزا تکمیل داره میشه و نهایی شده انشاءالله، موضوع ادغام بانک‌های نیروهای مسلح هست، که این هم بسیار مهم بود که همه بانک‌ها یه جا جمع بشه، شرایط بهتری پیدا بکنه. و برخی از اونا که خب دچار مشکل بودن الان با این ادغام همه بانک‌ها، یک شرایط مالی شفافتر و روشنتر و مطمئنتری هم برای نیروهای مسلح هم برای مردم به وجود خواهد آورد. انشاءالله ما همه این اهدافی که مد نظر ما هست از مبارزه با فساد گرفته تا چابکسازی دولت تا مسئله کرونا تا معیشت مردم، رونق تولید و مبارزه با تحریم و شکستن تحریم، همه اینها به عنوان اهدافی است که انشاءالله تا روزهای آخر دولت ادامه میدیم با کمک مردم و با حمایت و ارشادات مقام معظم رهبری انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.